رایان جان سلام. سلام آرمین جان، خوشحالم دوباره صداتو میشنوم. داشتم گوش میکردم ایشون، من فکر میکنم من با اصل حرفش موافقم، شاید نکته رو خلاصش بگو چون که ما ویدیو رو تیکه تیکه میکنیم، بعد ممکنه کسی نفهمه داری در برشی صحبت میکنی. بله حتما. در مورد این که ایشون گفتن که آمریکا بعد از این که تسلط داشت در افغانستان و حکومت طالبان رو ساقط کرد، لازم بود که در ساختارهای سیاسی افغانستان مداخله بیشتری انجام بده و حتی برای قانون اساسی افغانستان اقدام کنه. و البته این کار سابقه داره، همونطوری که برای ژاپن این کار انجام شد، حتی کشور قدرتمندی مثل ژاپن این کار انجام شد، البته خیلی وقت پیش بود. اما بنده عرضم اینه که این امکان پذیر هست. حالا این مثالی که زدی توی این مثال همیشه مناقشه هست، اما میشه گفت به طور کلی قوانین رو از قوانین خشونت خانوادگی گرفته تا فساد اداری و جدایی حکومت سیت از مذهب، اینا همه کارهایی بود که میتونست در زمان قدرت آمریکا انجام بشه و نشد. همین جمهوری اسلامی افغانستان که میگن، ما چند جمهوری اسلامی داریم توی دنیا، همین امکانش بود که این اسم جمهوری اسلامی نباشه و مثل خیلی کشورهای دیگه مسلمانی که جمهوری اسلامی نیستن. حالا اگه شما ببین، اولا موقعی که تو مال ژاپن اتفاق افتاد، اون موقع یعنی پیشنهاد مثلا اینجوری نبود که، البته اون موقع آمریکا بیشتر میتونه زورگویی کنه تا الان، خب، و اون موقع هم ژاپن پذیرفت که، یعنی اینجوری نبود که مثلا آمریکا میگفت اگه اینجوری نباشه قانون اساسیت دیگه نمیشه، یعنی اونا هم تحت تاثیر، یعنی ژاپن اون موقع واقعا احتیاج داشت به یک کمک برای اینکه خودش رو باز بکنه به تمام جهان، و اون موقع هم آمریکا البته قدرتش نسبت به اینکه بیاد بتونه دیکته بکنه نظراشو و اینکه مردم نتونن واکنش خیلی زیادی نشون بدن زیادتر بود، و جامعه بین المللی هم اینو بیشتر میپذیرفت اون موقع، خب. ولی حتی اون تو اون شرایط هم ژاپنی که اون موقع احتیاج داشت به یک همچین چیزی استقبال میکرد از اینکه مثلا بیاد قانون اساسیشو روی مدلی درست بکنه که تو اون زمان هم به نظر میرسید که هر کشوری این اصول رو رعایت میکنه داره به شدت پیشرفت میکنه، خب. یعنی ژاپن اون روز اینو میخواست، ولی هم الان مخصوصا یه حرفی که مثلا شما دارین میگین اینه که مثلا دولت آمریکا اصلا بیاد موضع بگیره علیه بودن اسلام تو قانون اساسی، اصلا این قابل قبول نیست تو جامعه بین المللی امروز که مثلا اصلا بیاد یک همچین موقعیت ضد دینی مثلا دولت آمریکا بگیره. موقعیت ضد دینی نیست و کاملا قابل قبوله. به نظر اینطوری خواهد، به خاطر اینکه اکثر کشورهای جهان هم همینطوری هست، ولی در ظاهر آلمان ضد مسیحیت نیست، یا انگلستان ضد مسیحیت نیستن، یا مالزی و کشورهای درسته. ببین رنجر، آمریکا چیزی که میتونه بیا تایید بکنه اینه که بگه حقوق بشر، لطفاً حقوق بشر رعایت شه، لطفاً جون خودتون حقوق بشر رعایت شه، میتونه بیاد همچین فشاری بذاره، خب. ولی نمیتونه بیاد بگه که آها این قانون اساسیتون گفته تو مثلا این حکومت اسلامی خواهد بود، این اسلامیشو برین بردارین شما. اینو نمیتونه الان تو دنیای زندگی نمیکنیم که آمریکا بتونه بیاد این همچین حرفی مثلا بزنه. آرمین عزیز، توی دنیا اصلا نمیگن که شما میتونه حمله کنی به یک کشور، حکومت رو ساقط کنی. تو دنیا نمیگن که شما میتونه به عراق حمله کنی یا به افغانستان حمله کنی. بسیاری از کارهایی که انجام شده با موافقت حتی سازمان ملل نبوده، آمریکا رأساً اقدام میکنه. شما اگه بخوایم از اون جهت بررسی کنیم، از اینم
اجازه بدید من عرض میکنم خدمت شما، اگه بخوام از اون جهت بررسی کنیم که آمریکا منتظر بمونه که ببینه که شورای امنیت چه چیزی رو تصویب میکنه، بله خیلی کارا رو هم نباید انجام میداد، ولی اگر انجام داده این هم میتونه انجام بده. ولی بعد عرضم چیز دیگه یه آقای نوابی، من میخوام بگم آمریکا اصولا این اراده رو یه خاص نداشته که بخواد علیه طالبان اقدام کنه، هنوزم من معتقدم که نمیخواد علیه طالبان اقدام کنه. اصلا اینا ضد طالب نیستن آمریکایی‌ها، از ضد طالب هستن ولی قابلیتشون ندارن که ضد طالبان. بله خب بذار من نکته‌ای که گفتی بهش اشاره کنم. ببین من آمریکا خب مثلا اگه بخواد حمایت بکنه از عربستان سعودی توی جنگ با مردم یمن و جنایت جنگی بکنه، خب متاسفانه ما تو دنیای الان زندگی میکنیم. ببین من نمیگم که مثلا آمریکا قابلیت اینو نداره که سایر کارهایی بکنه که مثلا سازمان بین المللی قبول نداشته باشن، بعد آمریکا بگه ای شما قبول ندارین باشه چشم این کارو نمیکنه. خب من نمیگم اینجوریه. خب آمریکا خیلی موقع ها میگه که کارهایی میکنه که دنیای بین المللی قبول نداره و سرزنش هم میشه و آمریکا هم مانع رفتارهای مثلا این کارهای آمریکا نمیشه. خب ولی ما الان متاسفانه تو دنیای زندگی میکنیم که هزینه ای که آمریکا خواهد داد برای اینکه بگه که آها شما حق ندارین حکومتتون اسلامی باشه بیشتر از هزینه ای هست که آمریکا اصلا بره جنایت جنگی بکنه، کمک بکنه عربستان سعودی بره جنایت جنگی بکنه. خب یعنی متاسفانه چیزهایی رو که ما مثل که تو دنیا برای مردم مهمه یا برای مردم خود آمریکا مهمه یا برای مردم کشور اروپایی یا اینا مهمه، یه مقدار از از تبلیغاتی و از اینکه شکل چی به نظر میاد. ببین بالاخره مثلا اینا مثلا کارهای دیگه که دارن میکنن رو یه توجیهاتی براش وجود داره. مثلا همین جنگ مثلا برن توی مثلا جنگ بکنن با مردم چه میدونم عراق، خب اینا میگن باید بگن که خب مثلا حمله کردن به صدام، خب مثلا باید بگن که اینا بمب مثلا یه اسلحه‌های weapons of mass destruction و اینا دارن، یعنی که مثلا آها صدام با القاعده داشته همکاری میکرده. نمیتونن، یعنی حتی اون موقع حتی هزینه اون جنگ هم خیلی دادن و آبروشون هم تو جهان رفته به خاطر اون جنگی کردن. یعنی نمیگم که این هزینه داشته بزن حرفم نه خب ولی همون برای همون جنگ هم دولت آمریکا باید بگه که آها مثلا صدام برای ما خطرناکه. نمیاد بگه که اگه نمیتونه بیاد بگه که آها ما داریم حمله میکنیم به این بخاطر اینکه این کشور اسلامیه مثلا. خب یعنی حتی دشمنیش مثلا با جمهوری اسلامی رو هم باید بگه که خب ما نگرانیم که مثلا دولت ایران داره توی محله دخالت میکنه، یا اینکه دولت ایران حقوق بشر رو نقض میکنه، یا دولت جمهوری اسلامی ممکنه بمب اتم بگیره. دولت آمریکا مثلا هیچ وقت نمیتونه بیاد بگه که ما علیه جمهوری اسلامی هستیم به خاطر اینکه اسلامیه. نمی‌دونم چیه، یعنی حتی آمریکای امروزیشم که شما مثلا میگی نه اینا میتونن هر کاری بکنن کسی نمیتونه چیزی بگه، هیچ وقت نمیاد مثلا یه همچین حرفی بزنه که بگه که آ ما علیه جمهوری اسلامی هستیم بخاطر اینکه ما این یه دولت اسلامیه. یعنی حتی دولت آمریکا هم همچین حرفی رو قابلیتش نداره که بزنه یکی این، و نمیتونن بیاد بگه که آها افغانستان شما قانون اساسیت اسلامی نباید باشه، همچین چیزی امکان نداره. بعد یه چیزی میگم، نه آمریکا به شدت ترجیح میداد طالبان نباشه، ولی آمریکا قدرت اینو نداره الان که جلوی طالبانو بگیره و هزینه‌اش هم حاضر نیست بده به خاطر اینکه میخواد بره تمرکز بکنه روی چین و روسیه و جاهای دیگه. البته ممکنه این ضررش تموم بشه در آینده، ولی الان نظرش اینه که این هزینه رو حاضر نیستن بدن، نه به خاطر اینکه مشکل ندارن با طالبان. بفرمایید. بله الان البته این صحبتی که میکنید این الان کاملا متفاوته، اینا ما قبول داریم، این حتی کسی هم نیست تو عالم که قبول نداشته باشه، حتی جدلی هم نیست با این قضیه که شما بگید آمریکا افکار عمومی رو آماده میکنه برای کاری که بخواد انجام بده هرچند که غیر قانونی باشه، یه بهانه میاره. خب کسی نگفته، کسی حتی نیست که همچین حرفی بزنه که نه آمریکا این کارو نمیکنه، جدل یعنی نیست، نیاز به اثبات نداره اساسا. حالا از این مسئله که بخوایم رد بشیم، یه مسئله کوچیک دیگه ای که من هر وقت دوستان عزیزم نگیرم لابلای این چیزی که حرفایی که رد و بدل شد، میدونه این کلمات خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینا همش ضبط میشه. این برادر عزیزمون گفتش که در مورد زمان رضا شاه که حجاب رو قانون من حجاب گذاشت،
برای بعضی از فعالیت‌های اجتماعی که بسیار کار مترقی بود. شما گفتید که این کار ما موافق نیستید با این کار و شما گفتید که این کار باعث شد که زنان ایران به مدرسه نرن. یک چیزی به این مضمون، به این مضمون حالا اجازه بدید، من معتقدم که این تاریخ کاملا برعکس. رضا شاه، در زمان رضا شاه زنان ایران به مدرسه رفتن. حالا اگر شما میخواید از کسایی که این برنامه رو میبینن یا در آینده خواهند دید میتونن برن راجبی اجازه بده منم حرفم بدارم کلی گوی این کنین من بعض زنم نه نداشت به حرف دارم من منتظر میمونم شما حرف بده من حالا بفرمی شما بفرمی نه من داشتم فقط شفاف میکنم من نگفتم که مثلا ببین رضا شاه بالاخره کلی مدرسه ساخت کلی برعکس گفتید شما کاملا برعکس یعنی نه اینکه نه گوش کن دارم. یه ذره گوش کن گوش کن یه دقیقه که بفهمی من منظورم چیه خب بفهم رضا شاه خب دوت بین این دوتا چیز تناقض نداره رضا شاه خیلی میخواد همه چی از لحاظ فرهنگی پیشرفت بکنه از لحاظ آموزشی پیشرفت بکنه کلی مدرسه ساخت کلی سعی کرد معلم و بیاره آموزش پرورش روش بده و حقوق زنها براش مهم بود و میخواست زنها به اندازه مرد بتونن وارد آموزش آموزش بشن و کار بگیرن و از این لحاظ میخواست خیلی شبیه کشور غربی بشه که دیگه مثلا تو کشور غربی مثلا رول زنها تو جامعه بیشتر بود و اینم رضا شاه برای ایران هم اینو میخواست. خب این واقعیت. خب من چیزی رو که داشتم بهش اشاره میکردم یک سری زنهای مذهبی خب که نمیخواستن بدون حجاب بیان تو ملأ عام خب این اون زنها وقتی که حجاب اجباری شد تو خونه موندن. خب این دوتا حرف با هم تناقض نداره. من میگم شما بله من شنیدم شما چی گفتید برای اینکه تو وقتم زرد اینو من داشتم شفاف میکردم اینو دارم شفاف میکردم میگم کلمات من منظور حرف من این بود که شما اگه آموزش پرورش روش میدادین ولی حجاب و غیر قانونی نمی کردین این دوتا با این زنها میتونستن از این آموزش پرورش شما استفاده کنن. اینا تو خونه نمیموندن. خب من نمیگم رضا شاه همه کارش که اشتباه بود، خیلی کارش عالی بود، این کارش اشتباه بود. این کار باعث شد اولا این کار باعث اسلام باعث رشد اسلام شد، یعنی باعث شد که مردم یعنی خیلی از کارهایی که اسلام زورگویی رضا شاه باعث شد که مردم به خاطر اینکه شیعه معمولا طرف سلطنت بود، مثلا دشمنی خیلی از شیعه ها با سلطنت با هم از همین موقع رضا شاه شروع شد. خب و این باعث شد که اصلا خیلی زنان نتونن وارد زندگی روزمره بشن و اتفاقا خیلی هم میگن که این باعث شد که اصلا شروع انقلاب 57 از همین با همین کارا شروع شد. خب من میگم آزادی برای من خیلی مهمه، من خودم به شدت علیه حجابم ولی ما از تبلیغاتی میخوایم بگیم که مثلا به مردم توضیح بدیم که مثلا حجاب چرا اشتباهه خب و چرا چیز بدی اصلا سیمبل بدی است. خب نمیگیم هیچ وقت به زور نمیخوایم حجاب از بین ببریم، ما با تبلیغات میخوایم علیه حجاب مبارزه کنیم. بفرمایید. خب آرمین جان من الان میخوام که یه مدت یک دقیقه به من مثلا بدون اینکه استرس داشته باشم، چون استرس دارم بشه. میدونم که چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، شما قطع میکنه و شما آدم حساسی هستی اگه کسی حرف شما رو قطع کنه. اجازه بده آرمین جان من میخوام ولی حرف منو اشتباه نگو، اجازه بده که من بس. یه چیزی بگم بس. فهم درک خودم رو از حرفتون بگم. البته میگم همه میتونن بیان، اول شما گوش نمیکنی به حرف به خاطر احساساتی میشید. من عرض کردم خدمت شما که کلمات مهمه. من آقای آرمین نوابی رو میشناسم چه شخصیتی داره، من میدونم شما رو، ولی از کلماتی که شما استفاده کردی کلمات نادرستی بوده. شما من اینجا یادداشت کردم، یه خودکار بیک دستمه و یه کاغذ سفید و اینجا یادداشت کردم. گفتش خب بگو. شما گفتی کار رضا شاه بوده که زنان به مدرسه نرن. حالا اگر در جواب بخواید بگید که رضا شاه دانشگاه درست کرد، یکی اگه حرف شما رو گوش کنه انگار من دارم میگم این کارا رو نکرده. البته که این کارا رو کرده، من که دارم میگم رضا شاه باعث شده زنان به مدرسه برن. من حرفم اینه، گفتم یه لغزش کلمه بوده وقتی یه کسی بیاد بگه که کار رضا شاه باعث شد که زنان، بعد شما گفتید که منظورم اون درصد خاصی از زنان بوده، درست درصدشون نیم درصد بوده. من بعد اون نیم درصد راست میگه شاید نرفتن، ولی عوضش
فرض بله جامعه ایران چند درصد با سواد داشته آرمین جان؟ شما باید بدونید جامعه ایران 10% با سواد داشته، 90% بی سواد بودن. این حقیقتیه، 90% بی سواد بودن. از این 10% اکثریتشون مرد بودن، 0.5% زنان. حالا شما فکر کنید مذهبی بودن و اینا میرفتن تو کلاس قرآن. حالا رضا شاه کاری که کرد این بودش که اون 0.5% رو گذاشت کنار، عوضش 40-50%. حالا من راجع به این کار نم، من داشتم میخوام یه مسئله دیگه بگم. من اینا قبول کنم، نقد شما رو میذاری من قبول کنم این لحظه؟ من نقد شما رو قبول میکنم. شما من باید میگفتم باعث شد که بعضی زنها نرن. خب من اگه گفتم زنها، این حرف من کاملا اشتباهه، باید درست‌تر میگفتم، نباید کلی گویی میکردم. 0.5% رو البته من نمیدونم درسته یا نه، ولی باید میگفتم بعضی زنها، و این نقد شما رو من قبول میکنم. شما درست میفهمید. بفرمایید. بله، حالا من نظری دارم، یعنی من فکر میکنم یه چیزهایی که تو ذهن اینایی که مثل قوانین ریاضی متقن نیستن، تو ذهن همه هست، از جامعه شناسا تا مردم عادی تا یه کسی مثل من. من فکر میکنم ممکنم اشتباه کنم، اگه یه کسی بر بگرده به من بگه که آقا شما اشتباه میکنی، من شاید نظرم عوض بشه. من فکر میکنم که دموکراسی میتونه گاهی اوقات شکسته بشه. حالا یکی ممکنه سریع بگه آقا به محضی که اون دموکراسی شکسته شد، استبداد اومد، دیگه همه چی رو خراب میکنه. من میرم تو فکر میگم آره شاید درست باشه، ولی یه دموکراسی همونطور که از اروپایی یاد گرفتیم، دموکراسی اینا گاهی اوقات شکسته است. مثلا یه دفعه اجازه نمیدن راجع به مسئله صحبت کنیم، بعدش هم دلیل دارم پشتش، میگن آقا ما این دلیل داریم به خاطر اینکه اتفاقاتی پیش اومده در تاریخ که قبول، همه باید قبول کنن این پیش اومده که دیگه دوباره پیش نیاد. حالا ما مشکلی که تو ایران داریم یه مشکل اسلامیه، یه مشکل فرهنگیه، یه مشکل آخوندها هستن. حالا در آینده ایران ممکنه که یه کسی مثل رضا شاه بیاد بعد از این کارهای مستبدانه‌ای که بکنه به صورت قانون اجرا بشه. فرض دارم میگم، بگن که آدمایی که مثل تاجیکستان زیر 18 سالن ورودشون به مساجد ممنوع باشه، مثال دارم میگم. من خودم اگه بخوام یه رأی داشته باشم، رأی مثبت میدم به قانون، بگم آقا این خیلی چیز خوبیه، زیر 18 سال وارد مسجد نشه بخاطر افکار. بفرمایید شما. البته منم ممکنه به این رأی مثبت بدم اگه 18 رو یه ذره بیاریم پایین‌تر. حالا دیگه گفتن سن قانونی، اصلا تاجیکستان نظرش اینه که اینا تحت تاثیر قرار میگیرن اونجا، یعنی میخواد بگه چه جای خطرناکیه که بالای 18 ساله. ببین من اینو استبداد قبول نمیکنم، من به دموکراسی آزادی بیان اینا قبول دارم، ولی معنیش این نیست که هیچ محدودیت هایی وجود نداشته باشه. خب یک حکومت باید از بچه هاش باید خیلی مراقبت بکنه، مخصوصا از شستشوی مغزی بچه هاش باید خیلی مراقبت بکنه، بخاطر اینکه از هر کسی، از هر گروه دیگه توی جامعه اینا حساسترن، و اینا کسایی، یعنی کسایی که از خودشون نمیتونن دفاع بکنن و خیلی راحت میشه ازشون سوء استفاده بشه، حتی از پدر مادرشون. خب و اینی که مثلا شما نگاه کنین، من این مثلا اگه یک حکومت بیاد بگه که من به یه خون می پدر مادری بگن که من به بچه‌م حاضر نیستم به دارو بدم به خاطر اینکه این دارو علیه دین منه، من به نظرم حکومت اون موقع حق داره که بیاد بگه که شما حق ندارین این دارو رو به بچه‌تون ندین، من باید بیام از این بچه شهروند منه و من باید بیام از این بچه علیه پدر مادرش دفاع بکنم و به زور این یا این بچه رو از این پدر مادر بگیرم و به اون درمانی رو که احتیاج داره رو بهش بدم. خب و الان هم همه توی همه کشورهای دموکراسی هم اتفاقا مثلا قانون هست که شما بچه‌تون باید یک سری چیزایی رو یاد بگیره، مثلا نوشتن، خوندن، ریاضی، علوم ابتدایی. یعنی شما نمیتونید بگید که نه من اینا رو قبول ندارم، من بچه من اینا رو نباید یاد بگیره. این غیر قانونیه، شما دارین بچه‌تون رو محروم میکنین از یک سری استعدادهایی که برای خودشون تو آیندهشون لازم دارن. یعنی ظلم میشه به بچه‌هاتون. شما نمیتونید بگید این بچه منه، من حق دارم این کارا رو بکنم. نه، شما بچه شما که برده شما نیست که، شما صاحبش که نیستین که. خب و یک دولت حق، یک دولت وظیفه‌شه که بیاد از این بچه علیه شما، از علیه شما دفاع بکنه. خب
و همین برای همین هم منم قبول دارم که مثلا یک سری قوانین، مثلا حتی من به نظرم دین هم به بچه یاد دادن تا از یک سنی ممکنه، حالا این یه ذره زیادی زورگویی باشه، ولی من فکر کنم میتونم قبول کنم که یک سری آموزشایی رو، یک سری شستشوهای مغزی رو پدر مادر حق ندارن به یه بچه بدن تا یه سنی، تا که خودش میتونه بیاد انتخاب کنه. من اینو قبول دارم. بله، من موافق با شما هستم. البته میدونید که اکثر جوامع غربی اینو قبول ندارن، یعنی تا حدودی شاید اجرا کنن، قوانین خاصی براش باشه که بتونن اجرا کنن، وگرنه الان شما گروه ها و قبایلی هستن، از این فرقه هایی هستن توی ایالت یوتا آمریکا که اینا با کل جهان قطع رابطه کردن و خیلی خیلی به نظر من ظلم میشه به اون کسایی که اونجا هستن. البته قانون اینا رو حمایت میکنه، الان اگه بخوام بهم بگید که بله قانون حمایت، قبول دارم اینو، ولی به هر حال تو آمریکا کسی نمیتونه مثلا بگه که شما نمیتونه برید بچه، نمیتونه برید نمیدونم مدرسه، به مدرسه کاتولیکا بفرستی بچه تو اونجا با اون قوانین سفت و سختی که داره و یه همچی چیزایی میکنن این کارا رو دیگه. من به نظر حتی اگر که ما فکرشو بکنید که توی ایران آینده بگن که اسلام برای مثلا 20 سال غیر قانونی، اسلام فرض دارم میگم و فرض این دیگه مثلا دیگه آخرشو دارم میگم که خیلی خیلی قوی باشه، شما این مسئله، خب تمام دنیا میگن آقا این اصلا خارج از عرف بین‌المللی که شما یه همچین کاری بخواید انجام بدید، ولی من فکر میکنم که شاید برای یه جامعه بیمار این بد هم نباشه، یه ضررایی داره، دقیقا مثل اینه که دارو خوردن برای آدم سالم ضرر داره و درست نیست، ولی آدم بیمار چرا دارو میتونه مصرف کنه؟ مجید چرا رفت کاشت و میموند بعد از تو هادیه؟ ببین این مشکل هست رایان سر این چیزم. ببین ما با عرف بین الملل کاری نداریم، ما از از کاربردی و از از سود و هزینه میان بررسی میکنیم. خب عرف بین الملل میتونه اشتباه بشه. خب مجید برگشت. یه چیزی بذار من ببین، من حتی اگه فکر کنم ممکنه به نفع مثلا بچه ها باشه که مثلا پدر مادر حق نداشته باشن که به بچه‌شون مثلا دین درس بدن، خب ممکنه به نفع اون بچه باشه، یا اینکه مثلا به نفع یه جامعه باشه که مثلا بگیم که تا سن 18 سالگی حق ندارین برین مسجد. خب مشکل اینه که حتی اگه سودی هم اینو داشته باشه، هزینه های دیگه‌اش از سودش ممکنه بیشتر باشه. خب مخصوصا حالا اون مسجدی حالا یه مقدار کمتر، ولی اینکه مثلا بگیم که پدر مادر حق ندارن، خب اینو چجوری شما می‌خواید اینو اجرا بکنین؟ یه همچه قانون رو، یعنی البته این پیشنهادتون نبود، این چیزی بود که من داشتم بهش فکر میکردم. این مثلا مثال خیلی شدیدی دارم میذارم که ببینید که چقدر سخته و چقدر چه دولت شری رو به وجود میاره که بتونه بیاد نگاه کنه که شما تو خونهتون دارین چی کار میکنین. خب و این اصلا دولت رو ممکنه شر بکنه. خب و مثلا همون مثالی هم که شما برای مسجد زدید، خب دولتی که مثلا بیاد بتونه تعیین بکنه که مردم چه ساختمونی برن چه ساختمونی نرن، یعنی مثلا بچه شما زیر 18 سال بشین، البته خب نمیدونم اون احتمالش کمتر وجود داره که مثلا ببین مثلا این مثالی که زدی برای مسجد نرفتن زیر 18 سال کمتر میتونن باهاش مخالفت بکنن، برای اینکه مثلا ما قانون داریم که مثلا استریپ کلاب بچه زیر 18 سال نمیتونه بره. خب چرا این کارو برای مسجد مثلا ما این کار نکنیم؟ خب ولی اینکه مثلا بیایم اسلامو مثلا غیر قانونی بکنیم، این دلیل اینکه این هزینه داره، شما ببینید شما به یک حکومت این قابلیت رو بدید که بتونه تعیین بکنه که چه عقایدی مجازه و چه عقایدی مجاز نیست، شما یک بیماری رو دارید با یک بیماری دیگه جابجا میکنید. خب یعنی این چیز اینجا با اسلام که تمام نمیشه، شما یک قدرتی رو، یه دولتی رو دارین به وجود میارین، یه حکومتی رو دارین به وجود میارین که یک قدرتی رو داره در دستش داره که خیلی احتمال شر نشدن یک همچین حکومتی به شدت کمه، به شدت کمه. ببین این همه مشکل، ببین کسایی که مثل تو فکر میکردن
زیاد بودن ها، یعنی شما کم نیست، یعنی متفکرین خیلی بزرگی مثل تو فکر میکنن رای اینجا. خب از همون اولش هم افلاطون بود که مثل تو فکر میکرد. خب یعنی من نمیگم فکری که داری میکنی مثلا آدم های خیلی اندیشمندان خیلی زیادی مثل تو فکر میکنن، خب یعنی ولی ما دیدیم که این به کجا میرسه. ما موقعی علیه عقاید شری مثل اسلام یا بقیه عقاید ما موفق شدیم تو تاریخ، موقعی بوده که از پایین به بالا نظر مردم رو عوض کردیم، تبلیغ کردیم علیه اون عقایدش. ما این عقاید رو تو طول تاریخ اینجوری شکست ندادیم که بیایم بتونیم بگیم شما حق ندارین. خب بذار راستی آزمایی کنیم. حالا همینی که گفتید درسته، راستی آزمایی اینه که ما میگیم ما حتما از پایین به بالاست، و اگر که اینطور که شما گفتید یک دولتی بگه که چه عقایدی مجازه و چه عقایدی نقل قول میکنن و چه عقایدی مجاز نیست، این بسیار خطرناک. خب اینو راستی آزمایی میکنم الان خدمت شما. دولت آلمان معتقده که عقیده هایی که مربوط به اون حکومت که شما میگید از عیت میشم گفته نشه. خب اونا خطرناکی که تو جنگ جهانی دوم افتاده. بله دولت آلمان معتقده که اینها اصلا حق چاپ کتاب نه، کتاباشون رو میگیریم، حزبشون هم غیر قانونیه. کسایی که توهمای توسعه دارن و میگن این اتفاق نیفتاده. الان مثلا شما نمیتونی یه حزب راستگرای طرفدار بدنی توی آلمان. خب دولت آلمان الان باید بگیم که طبق حرفی که جناب علی زدید، اگر که دولت در اینجا، دولت آلمان چه عقایدی مجاده در اینجا، اون چه عقایدی مجاد نیست در اینجا، عقاید مربوط به اون جنگ جهانی دوم مجاز نیست، این بسیار خطرناکه. این نتیجه بسیار خطرناک اشتباه است، چون میبینیم بسیار هم عالی شده. خب این نه بسیار عالی نشده، اشتباه میکنی. آها عرض میکنم خدمت شما، شما که اشتباه میکنه، به خاطر این من میگم عالی شده که آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست که میلیون ها نفر خودشون رو به کشتن میدن، حاضرن خودشون رو به کشتن بدن که برن اونجا. علاوه اجتماعی یک، علاوه اقتصادی یک، حالا دو یا سه. یعنی حالا شما میتونه بگی نه آقا آلمانیا فکر میکنن توهم و خوشبختی دارن، شما میتونه بگی نه. ولی من میتونم بگم که نه بسیار عالی شده. نه شما حالا هر کی که فکر بکنه این طوریه، من میگم که آلمان کشور درستیه. پس گفته که آلمان یک عقیده رو غیرقانونی اعلام کرده که اون عقیده الان شما تو آمریکا میتونی اون کتابه رو چاپ کنی، از اولش هم میتونی، الان هم میتونی، تو آلمان نه. نمیتونی. خب حالا که تو آلمان نمیتونی، مطابق حرف شما اون فرمول اینجا کار نمیکنه. اینجا میگن راستی آزمایی، اینجا میگن طریقه نگرش علمی. بفرمایید. حالا اشتباه. خب ببین، اولا که خیلی سیاسفید فکر میکنی. خب آلمان پیشرفته بودنش به خاطر این یه قانون که نیست که. خب اتفاقا آلمان نسبت به کشورهای دیگه آزادی بیانش به شدت زیاد هست، به خوبی آمریکا که به خوبی آمریکا نیست، خب ولی بیشتره از خیلی کشور، از جمهوری اسلامی که بیشتره، خب از خیلی کشورهای دیگه بیشتره. خب اتفاقا شما نگاه بکنین کشورهای پیشرفته از نسبی نگاه بکنین به کشورهایی که عقب افتادن، آزادی بیان توی این کشورها و آزادی عقایده و آزادی دین و آزادی نداشتن دین تو کشور پیشرفته از کشورهایی که عقب افتادن به طور میانگین به شدت بالاتره. حالا شما اومدین دست گذاشتین روی اون یه چیزی که من باش مخالف هستم، که تو آلمان آزادی بیان نیست. خب ولی خب درسته، این معنیش اینه که آلمان از صد صد نمیگیره به خاطر آزادی بیان. ممکنه آمریکا رو اگه حساب بکنیم از صد صد میگیره، آلمان از صد صد نمیگیره، از صد میگیره 98. خب معنیش نیست که آلمان آزادی بیان نداره، آلمان آزادی بیانش از آمریکا کمتره، ولی همه کشورهایی که پیشرفته هستن آزادی بیانشون به شدت از کشورهایی که عقب افتاده هستن بهتره. و منم اتفاقا فکر میکنم توی این یک چیز آلمان اتفاقا نقص داره. خب مثلا تو فرانسه هم هست، تو فرانسه هم شما نمیتونی مثلا پرچم، ببین تو آمریکا شما میتونی پرچم آمریکا را آتیش بزنید و این غیر قانونی نیست، تو فرانسه شما حق ندارین پرچم فرانسه را آتیش بزنید و این غیر قانونیه. من آمریکا رو به فرانسه و آلمان ترجیح میدم. و یه چیزی هم بگم، شما نگاه بکنید توی آلمان، توی همه یک موضوعش هم شما میخواین بیان نگاه بکنید، تو آلمان اتفاقا از آمریکا عقب افتاده. خب شما آلمان این قوانین رو گذاشته برای مبارزه با گروهایی که مثلا این عقایدو دارن. خب و این
توی شما شما میخواین ببینید تاثیر این، ببین شما محاسبتون چقدر اشتباه است. تو میایم این یه قانونو که هدفش مبارزه با این گروه های به شدت راستگرا هست و میایین تاثیرش رو میخواین نگاه بکنین که ببینید که آیا تمام آلمان پیشرفته است یا نه. مگه این قانون فقط برای تمام اقتصاد آلمان بوده؟ آلمان پیشرفتگیش، اقتصاد درستش، قانوناش کلی بیشتر از اینه. آقا ببین من گذاشتم تو افر تمام بشه، الان تو که نمیذاری من افر تمام بشه. من یه دقیقه بیشتر صحبت نمیکنم. بفرمایید. من سعی میکنم سعی پیشرفتگی آلمان سعی به خاطر خیلی چیزای دیگه هست، نه فقط به خاطر این قانونش. توی این یک موضوعی که آلمان سعی کرده جلوی این راستگر گروه های راستگر رو بگیره، اتفاقا آلمان شکست خورده. شما تو آمریکا که گفتن این حرفا آزاده و شما حتی میتونید کتابتون رو چاپ بکنین و تو آمازون هم شما حتی میتونید برین کتاب آدولف هم الان تو آمریکا بخرین، این گروه ها هیچ حزبی رو هیچ وقت نمیتونن تشکیل بدن. تو آمریکا این گروه ها به شدت اصلا مردم اینا رو شر میدونن، به شدت اینا رو زشت میدونن و اصلا از لحاظ هیچ وقت امکان نداره اینا بتونن بیان توی مثلا توی سیاست آمریکا با قدرتی دست بگیرن، در صورتی که همین حزبای به شدت راستگرای توی آلمان الان به شدت تو آلمان دارن طرفداریشون رفته بالاتر و حتی تونستن حزب هم تشکیل بدن. البته میان مخفی کاری میکنن و میان میگن اسمشون عوض میکنن، ولی اینا همون گروه های همون گروه هستن و به همون آدولف و اینا اینا خیلی به شدت علاقه دارن و این گروه ها داروش میکنه و غیر قانونی کردن گفتن این عقاید نه تنها باعث از بین رفتنشون نمیشه، خیلی موقع ها باعث رشدشون هم تازه میشه. خب برای اینکه خیلی کنجکاو میشن و هیچ وقت شما نمیتونین اینو به طور کامل سانسور بکنین، بالاخره اینترنت هست، مردم میخوان بدونن که این چرا غیر قانونیه و اینا خیلی احساس میکنن که ما حتما داریم این حرف یه چیز تبلیغاتی که دست اینا همیشه میدین اینه که ببینید ما حتما یه حقی داریم. ببین اینا میگن که خیلی، شما اگر ببینید تو آلمان هم نگاه کنین که ببینین گروهای راستگرا چی میگن، خیلی این تبلیغات موثری هم هست، میگن ببینید ما حتما حق با ماست، مگر نه اگه حق با ما نبود اینا به طور منطقی می اومدن با ما صحبت میکردن که چرا ما اشتباه میکنیم. چون منطق ندارن، چون حرف ما درسته، اینا جرئت ندارن بیان با ما مناظره کنن، برای همین اینا غیر قانونی کردن و اینا رو از لحاظ تبلیغاتی استفاده میکنن. خب این مشکلات همیشه هست. من میگم که اتفاقا اینا باید تو روز کسایی که همچین عقایدی دارن تو روز روشن بتونیم ما ببینیمشون، که از مردم ببینن که این مشکل وجود داره و بتونیم باهاشون مناظره بکنیم که عقایدشون رو عوض بکنیم، نه اینکه بگیم غیر قانونی کردن این عقاید باعث حذف این عقاید نمیشه، بعضی موقع باعث رشدش هم میشه. بفرمایید رایان جان، نکته آخرت هم بگو بعد من میرم سراغ مجید. باشه، اجازه میدی من یک دقیقه صحبت کنم یا نه؟ اگه بله بفرمایید. ببین شما این حرفی که داری من همه رو قبول دارم، ولی اصلا جواب اینا نبودش که من الان بگم که آقا در جواب حرف شما باید بگم آمریکا دو تا حزب داره، دموکرات و ریپابلیکن و اینا. راجبه اینا شما میگه مگه من گفتم دو تا حزب نداره؟ داره، این دو تا که گفتی داره. اینم مربوط جواب نمیشه. شما گفتید که پیشرفته بودن آلمان به خاطر قانون نیست، مگه ما گفتیم به خاطر این قانون فقط؟ اگه کسی نگفته به خاطر قانون آلمان پیشرفته، فقط به خاطر، یعنی اینایی که میگی اینا همش جواب قضیه نیست. من عرضم اینه خدمت شما آقای آرمین که اگر شما بیای بگی این یه ماشینی داریم، یه مایه هم هست، چیه من فکر میکنم بنزینش باشه، گسلین، این خیلی خیلی خطرناکه، اینه نرس تو باک ماشینه. آقا شما میریزی ماشینم حرکت میکنه بسیار عالی، بعد من در میگم شما فکر میکنه ماشینه که خوب حرکت میکنه به خاطر فقط اینه؟ ماشینت الان خیلی لحاظ موتوری خوبه، ماشین لاستیکاش خیلی عالیه. شما میگی که البته که ماشین لاستیکاش خوبه، ولی شما گفتی اینو نریز تو ماشینت، ماشینت منفجر میشه. نشد، خطرناکه، نشد. شما میگی اگر دولتی یک عقیده رو غیرقانونی اعلام کنه طبق شرایط خاص اون مملکت، اونجا خطرناکه. من میگم که ممکنه اون شرایط آلمان باشه، همینطور که شما فرمودید یک جامعه‌ای که شدیداً استعداد داره و چه بسا غیر قانونی اعلام کردن اون عقیده کمک کنه، ولی شما میگه خطرناکه. ایران هم به همین صورت، ایران هم همون مشکل آلمان داره، ایران مشکلش اسلامه. حالا این که اینقدر با اسلام مشکل داره، شاید برای جامعه ایران فقط یا افغانستان یا بعضی کشوری دور بر ما این چیز خوبی باشه، این تو آمریکا خوب نیست یا تو آلمان خوب نیست، ولی تو ایران خوب باشه. حالا من میرم بقیه بفرم. فرقش اینه که این گاسولین با اون گاسولینی که من اختار دادم یه مقدار فرق داره. خب
اتفاقی که داره تو آلمان میفته که منم باهاش موافق نیستم این نیست که مثلا بیاد بگه که شما نمیتونین مثلا راستگرای افراطی باشی، یا یعنی اینکه مثلا شما نمیتونین مثلا نژادپرست باشی. خب یک مثلا فرض کنین که شما دارین اینو با کل اسلام مقایسه میکنین. خب آلمان اومده گفته که مثلا اون اتفاقی که برای یهودیان تو جنگ جهانی دوم توی لهستان افتاد، مثلا این اگه بگین اتفاق نیفتاده این غیر قانونیه. خب این البته این باعث میشه که مثلا آزادی بیان تو آلمان به شدت مثلا آمریکا نباشه، که من میگم که این خوب نیست. خب ولی چیزی رو که شما دارید میگین مثلا معادلش، مثلا شما بیاین مثلا یه تو حکومت آینده ایران بیاین بگیم مثلا اسلام غیر قانونی باشه، کلیت اسلام، اصلا نماز نتونه کسی بخونه، اصلا کسی نتونه بگه که من به الله اعتقاد دارم، کسی اصلا نتونه مثلا مسجد بسازه، یعنی این از این همچین چیزی رو ما توی آلمان اصلا نداریم. من مثال زدم، شما چیده به کلیت قضیه باید توجه کنید. من گفتم اگر که حکومت طبق شرایط خاص قوانین خاص بداره که لحاظ بین المللی دموکراتیک نیست، ممکنه برای اون کشور خاص دموکراتیک باشه اگر که مجلس اون کشور اینو تصویب کنه. حالا من میدونم بقیه منتظرن، من احساس گناه میکنم خیلی اینجا هستم، ولی خیلی ممنونم. مرسی. ممنون رایان، ولی نقدات جالب بود، باعث میشه که من فکر کنم. ممنون که خواهش میکنم، واقعا منو به چالش کشیدی، ممنون. خواهش میکنم، من گوش میدم. مرسی، خیلی ممنون.